خب امروز آوردمتون خونه آخرین پادشاه عثمانی کام ببرم توش رو بهتون نشون بدم. باید میدونم بشه توی خونه رو بذارم ویدیو بگیریم ولی بیرون و محبت و اینا براتون دادن بهمون از اینا لا آره شروع بهتون نشون اینجا کاخ آخرین پادشاه عثمانیه. به تازگی مرمت کردن اینجا رو، درست کردن، بازسازی کردن، حالا درش باز کردن که از توریست و خلق الله پول بگیرن و بتونن اقتصاد کشورشون رو بچرخونن از این کارا که ما بلد نیستیم. نمیدونم توشم بشه فیلم گرفت یا نه، ولی اگه بشه براتون میگیرم. آقا ما رفتیم توش، همه چی اینطوری خط کشی کردن، یه چیزی زدن دور و بر مثلا نزدیک نشید، عکس و اینا هم که اصلا نمیتونید بگیرید، هیچ کاری نمیتونید بکنید. خیلی چیز خاصی هم نداشت والا که بخوام من مثلا بهتون نشون بدم پشماتون بریزه. یعنی میخوام بگم قدیما هم مثلا یارو شابود مال قدیم بود، والا الان خونه مردم عادی از وضعیت چیدمان و این حالت شاه بودن اینا قشنگتره. یارو نه رنگ بندی درست است، البته نمیدونم اینا رو برداشتن خودشون دوباره چیدمان کردن یه جوری گذاشتن مردم دست نزنن، ولی خلاصه خیلی چیز دندونگیری نبود. همین فهمی سازه هاش باله دیگه. اینم خواهر شوهر منه. آخه سه ساعت یارو داره میگه عکس نگیرید. آقا خب من توریستم، نمیفهمم چی داری میگی. آره بعدم حالا عکس من میدونستم نباید بگیریم، خب معمولا توی موزه نمیذارن عکس بگیری، ولی خب دیگه اینجوری هم نیست نذارن ببینی، یه جوری باید ببینی. ببین از اینا این مشکی ها مثلا از در اتاق گذاشته، نه مثلا از نزدیک وسیله. مثلا دیدی کاخ سعدآباد چجوریه، مثلا نزدیک وسایل از اینا گذاشتن که شما دست نزنید بهشون، ولی این از این یارو مشکی ها گذاشته بود تو اتاق نرید، تو محوطه نه کجا. خب واسه چی ما رو را دادی تو این ساختمون؟ خب هیچی رو نمیتونیم ببینیم که دیگه، بیرون اتاق مثلا تو اتاق میدیدیم. ولی حمامش خوب بود، مثلا سادان دادن مثلا این گل آقا چنگ ما از اون بر اومدیم داریم میریم این بریم نمیدونیم شما پس کدوم بر اومدید؟ اه بچه ها چقدر شادی بیه خاجیه که بکنم هنوز خاجی ما شدیه خاک آلم. آره خلاصه مواظب باشید نیفتید از اینا. داره امامش تو بود امامش هم تو صفیم 24 تو صفیم اینجا نمیدونم دیگه. آره که نذاشتن ما ببینیم، همه چیو نمیذارن ببینیم، فقط گذاشتن دستشون در نکنه، گذاشتن ما بیایم تو. فقط بلیط دادن امامش خوب بود باز.
بله. گلا رو میذارن نزدیک بشین. نزدیک میذارم بشین به گلا. حالا من باز برای شما از زیبایی های دیگه فیلم میگیرم. بله. از اینا دارن. اونجا هم دارن درست میکنن. باغ پشت. اصلاً رفتیم یه چیز خاصی وجود نداشت. یه سری دکوراسیون تخمی شبیه فراستی شدم توی نقد و بررسی به خدا، ولی تخمی بود. حالا من میگم شما فکر میکنید من دارم پوست شد، ولی بله چیز خاصی نداشت. من پست میگم تو بگو چیز خاصی داشت. از کاغذ دیواری ها اضافه آورده بودن، زده بودن رو مبل. از رو مبل من نمیدونم سلطان بنده خدا سلیقه پیری داشتن. 10-20-15 هزار تا بکنم میز تحریر داشت. آفرین. میز هست که مثلا روش جواهر مواهر درست میکردن و چه میدونم. حالا ما میگیم میز تحریر، بعد حالا داشتیم اونجا مسخره بازی در میبردیم میخندیم. سلطان مثلا داشت راه میرفت یا میگفت الان میخوام اینجا مشقامو بنویسم، الان میخوام اونجا مشقامو بنویسم. 44 تا میز تحریر داشتن، نمیدونم دقیقا به چه ده. هیچ چیز دیگه هم نداشت سلطان، فقط بنده میز تحریر بود. کلکسیون جمع کرده، کلکسیون میز تحریر داشت. من نمیدونم اینا که اومدن اینجا رو بازسازی کردن اینجوری درستش کردن. حالا داریم میریم دوباره تو گیاه قصری. بنده خدا یه قصر ساختی حداقل درست حساب 40 تا قصر اینجا سیچ بچ. ما رفت آقا، ما اومدیم رفتیم بالا، اینجا رو دیدیم، تو بالاش هم رفتیم دیدیم. سولی خیلی ستاره دوست داشت، ستاره بارون کنه داغون کنه بیا حالمو دگرگون کنه برو. آره اینجوری خیلی با نمک بوده سولی. بعد ما حالا دیگه خیلی هم داریم قضاوت میکنیم، رفتیم عکس قدیم بود دیدیم سولی بود، به هر حال یارو واسه خود شای بود، بلد بود چیدمانو. اینا زدن سر مرمت رو ایدن، اینا برداشتن هر دکوراسیونی خوشحال میکنن چیدن. بعد دیگه ما اینجا فقط یه پیانو دیدیم با آلبوم خوشگی آبی. سندلی ست با پرده بعد ست با لباس علازت، تخت علازت، تخت علازت انگار یکی روش خوابیده بود. این فیلم ها هستش بالش میذارن فکر کنن یکی زیرشه، یکی زیرش بود. ما اینجا مالا یه ذرم اینجا رو بهتون نشون بدم. همین خلاصه که فکر کنم بازم خونه داشت سولی، تا اون پایین خونه داشته. حالا میریم ببینیم دیگه بعد چیا داره. مرمت نکردن اینا، ریدن خوبیدن از اول ساختن ریدن. آره تمام وسایل یارو رنگ کردن فکر کنم خرابش کردن. خلاصه که همه چی اینجا جایی که درست بشه خراب شد. با ما همراه یادمون رفت توالت توالت دیدیم شبیه چاکلیدی بود. آره شبیه چاکلیدی بود. حالا حضرت از تخت پا میشدن سرویس بداشی بغل اتاق خواب بود. بله خیلی مشتی نمیشه اینجا هیچ کاری نمیشه که، نه سیگار میشه کشید، نه اینجا میشه عکس گرفت، نه آبا نخوریم به نظر. ببینید من دارم باز واسه شما فیلم میگیرم از محیط زندگی علازت، محیط زیبا خیلی خیلی جالب. خلاصه که میبینید ما توی این صفحه طولانی مدت خیلی خیلی زیاد واسطه بودیم که برسیم به همچین جایی که همچین جایی رو ببینیم که نذارن ببینیم. این همه صف باید باشید لوپ کلام بقام بهتون بگم چی بایی نبود بخواید بدید. من حقیقت رو میگم، شما میرید چهار تا جا دیگر رو میبینید، مثلا گفتن وای اینجا یه کاخ فلانه خیلی باله خیلی فلانه. نه اینجوری نبود به نظر من، اینجا نیایید، خیلی هم چرت و پرت بود. خدافظ.